تشکر هستم، ممنون. سلام، شب شما بخیر. وقت شما بخیر وطن‌دارای شما. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین در هر کجا که هستین. کره زمین گرد است میچرخه، مهم نیست که شما در کدام قسمتش هستید. امیدوار هستم که صحتمند و خوب و سرحال باشین و ما را بیننده هستین از شبکه زیبای طلوع برنامه نفس تازه اکس بول رو در رو که هست نامش. برگشتیم، دو فامیل امشب در برنامه با ما حضور داره. مثل شب قرار هستن رقابت کنن با همدیگه در مرحله اول، مرحله‌ای که دو مرحله داره، برنامه‌ای که دو مرحله داره. مرحله اولش 200 امتیاز نیست، 300 امتیاز است که باید به دست بیارن و 10000 افغانی از آن خود کنن. در مرحله دوم باید 200 امتیاز رو پورا کنن که 500000 از آن خود کنن. امیدوار هستم که شما مگه میخواین در برنامه حضور پیدا کنین، خیلی آسان زنگ بزنین 456 کلید 622 را فشار بدین. بعد از شنیدن صدای پیغامگیر نام خودتون و عزیزه دلتون را بگیرین، در آخر علامت نمبر را فشار بدین تا در ایجا حضور پیدا کنین. و برنامه هایی که خلاص شده یا بر نبوده یا هر چیزی که نتونستیم ببینین، اشکالی نداره، شما سر بزنید به یوتیوب کانال ما اکس بول رو در اوجه بیننده باشین. برنامه تان هست، فقط تخلصتان سرچ کنین، اوجه پیدا میشه و برنامه تان رو ببینین و لایک و کامنت بدین. بسیار خوش آمدین عزیزا. خودت از شما دو فامیل نخست با فامیل فخیری آشنا بشین که ترکیمشان متین عزیز است. متین جان خوش آمدید به برنامه. عرض ادب خدمت شما حاضرین در تالار، تیم مقابل و بینندگان عزیز، و یک سلام خاص به پدرجان و مادرجانم. عبدالمتین محمدی هستم، سرتیم خانواده فقیری. بسیار خوش آمدید. سلام. رامان روز که این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پای جانان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. سلام مرد ادب خدمت شما. ممنون رشید جان. حاضرین در تالار، عبدالرشید رسولی هستم، یک تن از اشتراک‌کنندگان برنامه رو در رو اجبال. بسیار خوش آمدید رشید عزیز به برنامه. مصابه جان خوش آمدید. ز بسم الله کنم آغاز دفتر، ز بسم الله کنم آغاز دفتر، ز بسم الله نیست هیچ بهتر. به نام یاد خدا یک سلام خدمت شما رحمانی صاحب، تیم مقابل، حاضرین در تالار و هموطنان ما را که از پشت پرده تلویزیون اون تماشا میکنن. عبدالمصور رسولی هستم، عضو خانواده فقیری و یک تن از اشتراک کنندگان برنامه اکس بول رو در رو. بسیار خوش آمدی مصور عزیز به برنامه. خوش آمدید رشاد. یک سلام به خدمت شما حاضرین در تالار، کسی که از پشت پرده تلویزیون ما را میبینن، رشاد فقیری هستم. چی کاروبار مصرفیت چی هست رشاد جان؟ بیکار هستین؟ درس یا خلاص شده یا متعلم هستم سنف 12؟ سنف 12 هم. بسیار عالی. مصور جان خودت چی کارو مصرفیت داری؟ متعلم سنف 12. متعلم سنف 12. کار یا خونه میکنی؟ نه خیلی. ورزش انجام میتی؟ بله. چی ورزش انجام میتی؟ فوتسال. فوتسال؟ بله. در تیم های ملی هست یا نه فقط با پرایدوش؟ نه نه، فقط تیم های باشگاهی. باشگاهی؟ بله. بسیار عالی. رسی جان خودت چه مصرفیت داری؟ محصل هستم در یک پانتونای خصوصی. محصل در پانتونای خصوصی؟ بله. بسیار عالی. کار بار نداری؟ کار بارم هست. کار بار کار بار شخصی هست؟ شخصی هست، آزاد هست. بسیار عالی، موفق باشی. متین جان خودت مصرفیت چی هست؟ فارغ هستم که 12 هستم فعلا. کار شخصی. کار شخصی. بله. بسیار عالی، خوش آمدین به برنامه. تشکر. راحت باشین، برنامه از خودتان از لذت ببرین. عزیزان رو تشکر کنین. بسیار خوشم. بسیار خوشم. دار عزیز در سمت راست ما فامیل امیری، سرتیمشان یک الله عزیز. خوش آمدید زکر الله جان. قربانتون شمس جان رحمانی. درود سلام خدمت شما شمس جان رحمانی. ممنون. تیم مقابل، حاضرین در تالار و یک سلام خاص به بیننده های عزیزی که اکنون ما را از پرده تلویزیون طلوع تماشا میکنن. ذکر الله امیری هستم، عضو خانواده امیری و همچنان معسل میباشم. خدا کنه که یک برنامه خوب و خوش را در کنار شما شمس جان رحمانی داشته باشیم. قربان شما ان شاء الله. خوش آمدید ذکر الله عزیز. سمیر جان خوش آمدید. سلام علیکم خدمت شما سمیر جان، حاضرین در تالار و تیم مقابل. سمیر امیری هستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه رو در رو. بسیار خوش آمدید. مومن خوش آمدید. سلام عرض ادب خدمت شما شمس جان عزیز، حاضرین در تالار و همچنان تیم مقابل. عبدالمومن امیری هستم، یکی از اشتراک کنندگان برنامه رو در رو. بسیار خوش آمدید. اشکان با امیریشای زیبایت خوش آمدید به برنامه. خوش باشی شمس جان. سلام عرض ادب خدمت خودت شمس جان، تیم مقابل، حاضرین در تالار و تمام کسانی که ما را از پشت پرده تلویزیون جهانی تو رو تماشا میکنن. محمد اشکان امیری هستم، یکی از اشتراک کنندگان برنامه اکس بول رو در رو. بسیار خوش آمدید اشکان جان. محصل هستی، کار میکنی؟ متعلم هستم، متعلم سنف 12. متعلم سنف 12 هم؟ بله. کار بار نداریم؟ مصروف درس هستم. فقط مصروف درس هستیم؟ بله.
سنت 12 هنوز چقدرش مانده؟ کم مانده دیگه، یعنی امتحانام گذشت دیگه، 3 ماه دیگه مانده. 3 ماه دیگه مانده که بخیر فارغ شوی. آمادگی به کنکور دیگه بسته. کدام رشته رو دوست داری کامل شد؟ معالجوی. تم معالجوی انتخابتان است. ولی نمره خیلی زیاده، میخوام آمادگی خیلی سختی باید داشته باشیم. الله مهربان است، کوشش کنیم میشه چرونه. دمو 350 360 نمره فکر کنم. همقدر است. همقدر راحت دمو حدود اولی. چقدر به نظر خودت میتونی آمادگی بگیری؟ یک سال کفایت میکنه با تو؟ یک سال دمو قدر را معمولا دوستات آمادگی گرفتن و کامیاب شدن. کامیاب شدن. خدا هم مهربان است. انشالله موفق باشی و کامیاب شدی. مومن جان خودت مصروفیتت چی هست؟ شام جان عزیز، من متعلم هستم. متعلم هستم فوتبال زام. 12 ابرو اشکان یک جستی؟ بله، یک مکتب هستیم ولی صنف ما. صنف ها علاوه است، جدا هستن. شما تو فارغ شدی، خودت چی دوست دارید بعد کار شدی؟ من رشته تجارت. تجارت خوش دارید؟ بله. خوبش. اداره و منیجمنت یا رشته تجارت که هر چیزی هست. موفق باشی ان شاءالله که برای خودت هم. سمیر جان خودت چی مصروفیت داری؟ شام جان من متعلم هستم فوتبال 12 هستم. تو هم صنف 12 همراهی؟ یک جاستی جدا جدا صرفا. بله بسیار عالی، خوشبخت باشین، موفق باشین. زکرال جان خودت چی کارو بار میکنی؟ قربان شمس جان، خودم مسئول هستم فعلا دیگه، فارغ هستم. 12 مسئول هستم. مسئول هستی؟ بله. در پوانتون؟ بله. کدام رشته رو میخوانی؟ رشته نرسنگ میخوانم. نرسنگ عالی. بله. دیگه بسیار. بله. دو ساله است یا چهار ساله؟ نه فعلا 3 ساله شده. 3 ساله فعلا. بله. شده. موفق باشین. قربانتون. بدرخشین، برنامه از خودتان است، لذت ببرید. ان شاء الله. ایگو هستین. تشکری خاص است انرژی خیلی خوشمزه اکسبول، نوشیدنی و نوشابه فوق‌العاده خوشمزه خوشتم که با ویتامین های مورد نیاز بدن شما این انرژی تهیه شده. ویتامین هایش B3، B6، B12 از رنگ سبزش است و از رنگ آبیش ویتامین B2، B6، B5، B12 را به همراه داره. طعم آبیش گازدار است، طعم سبزش بیگاز. شما میتونید انرژی که به دست آوردین فقط در پشت باز کنین. در پشت جایزه شما هست که میتونه چی باشه. یعنی در پشت که این تو کندین، امیدوار هستم که انرژیش کموت و خوشمزه و خوشتم و واقعی است، جایزش هم به ما و واقعیت تبدیل شود. و یک روز زنگ میزنه شمس، ای نبیا دیگه برنده شدی، برنده موتر شدی. شما میتونید بنوشینش، برنده جایزه شوین. انرژی برای زندگی اکسپول. دو سرتیم بین کنار ما. بسیار خوش آمدین ذکرالله عزیز و متین عزیز. سوال اول برنامه را من از شما میپرسم، اما یک سوال شخصی کنم. اینترنت رو استفاده میکنین سکچو؟ بله. مای چند جیبی استفاده میکنین اینترنت؟ 8 جیبی. 8 جیبی؟ بله. بازوی یک مارم در بر نمیگیره، خوشایت یک 20 روز شوه. 20 روز شوه. بله. موبایل آیفون است؟ گلکسی است. گلکسی است. موبایل آیفون معمولا اینترنت مصرف اینترنت زیاد است، به خاطر همون پروسه کاری اپش کمک زیاد امپی میخوره. خودت متین جان چقدر اینترنت استفاده میکنی؟ وایفای است. وایفای است. بله. سوالم در همین عرصه هست، من از شما میپرسم اینیشه به شما وقفه را اعلان میکنم. بعد ذکر عزیز ماتین جان بسیار خوش آمدیم و تندار از شما خوش آمدیم به ادامه برنامه. مامی کورتی ما اگه اجازه تون باشه بکشم که بسیار این فضای استودیو گرم است. اما تو نیست؟ گرم است یا نیست؟ چی شده؟ آه گرم است. امیال تخم مرغ و پس واری شدی. ولی اوجه شما ششتی اوجه خویستی است، نه اوجه سرد است. شما امیال لذت میبرین. سوال من از شما میپرسم. سوال گفتم راجع به اینترنت هست، راجع به والا چیز که چی داره. خودت گفتی در خانه وایفای است. بیشترین چیزی که از وایفای خانه خودت استفاده میکنی و در اینترنت سرچ میکنی چی است؟ فیلم است؟ گیم است؟ بعضی وقت سریال، فیلم، تیک تاک. تیک تاک. بله. گیم نمیزنی؟ نه خیلی. خوش نداری؟ میزدم ولی حال پیر شدی دیگه. نه جوانا بیشتر چی گیم میزنن؟ پابجی
پاپ جی مرض کلاگی است نه؟ چی میزنم؟ او چی هست؟ اون پاپ جی واریس؟ ما مقصد از ما کرمک هست ما اون چیز عادت نداریم. سوالی که از شما من میپرسم، سوال 7 جواب داره و 100 امتیاز گرفته. سوال اینی هست، چه زمانی از شخصی شما وای فای میگیرید؟ متین، زمانی که اینترنت خلاص، زمانی که اینترنت موبایلت تمام شده باشه. سعی کنیم نداشتن اینترنت مسئله چی هست؟ برو شانس داری زکر عزیز، موفق باشی. رشید، چی وقتی از رفیقت اول بگو رفیق خواهی گوشنه است یا های؟ همون تو چشم دل سیر هستن. نه شکر کشم چشم دل سیر هستن. خوش شکر میگه کلشان گوشنه هستن. چرا؟ خیلی خیر نیستن گوشنه. یعنی همین هرچی صدا که دیگه برشان داده؟ 100%. خب بسیار. به نظر خودت چه زمانی از یک شخص وای فای میگیره؟ زمانی که فایل به یک دوست ما ارسال میکنیم اینترنت نمیداشته باشه. وقتی که ارسال میکنیم یک فایل، سعی کنیم یه هم همون جواب شد. خب چه زمانی از یک نفر وای فای میگیریم؟ وقتی منتظر مسیج یک نفر باشه. سعی کنیم مشوره کنیم. سوال هم مشخص کرده برین، یک چند جواب شده گوش شما بگین. یک لحظه خیلی آسان است. چک کردن صفحات اجتماعی. چک کردن صفحات اجتماعی. سعی کنیم. یک قدری سوال آسان است. اشکان، خودت چند جیبی اینترنت در طول یک ماه استفاده میکنی؟ معمولا 20 جیبی 15 جیبی. 20 جیبی 15 جیبی. گیم هم میزنی خودت؟ نه خیلی. اصلا. فقط به خاطر سوشال میدیا و سرچ و درس و اینا. به نظر خودت چی وقت یک شخص از شخص دیگه وای فای میگیره؟ به خاطر یک ضرورت عاجل. ضرورت عاجل. مشخصش کو؟ تماس گرفتن به. تماس گرفتن. مومن موافق است. خودت وای فای میگیری از رفیقات؟ بله. چند جیبی اینترنت مصرف میکنی؟ معمولاً 12. 12 15 جیبی. خب خودت وقتی گفتی چی میگیری؟ ضرورت عاجل. ضرورت عاجل. سمیر موافق هستم. ضرورت عاجل. موافق هستم که تم تیمیایم. ضرورت عاجل. ضرورت عاجل. چرا خم مثلا عاجل مشخصش کن؟ وقتی که من اینترنت نمیداشته باشم، یک برادرم در خانه باشه، یک دوستم در خانه باشه که اینترنت داشته باشه، دفعتاً وای فای روشن میکنه، همون کار عاجل ما پیش میبرم، یا عکس باشه یا مسیج باشه یا با کسی که تماس بگیرم. یعنی ضرورت عاجل از دیگه. سعی کنه. امتیاز آمد پیش شما. جمع امتیاز شما شد 21. تشکر شافرین، من میایم. صبر کنی که من صدای میای ها؟ راستی؟ میخوای شاهانه زندگی کنم از این آباد. قرار است که نظرتون چی است؟ من بشینم اینجا. من معذرت میخوام، شما استاد هستی، من پایم کمک اوگار است، از او خاطر مجبور هستم بشینم. خب شما چی وقتی از یک شخص وای فای میگیری؟ اینترنت ضعیف؟ آفرین. اپدیت یگان موبایل است، چرا این رقم است؟ اینترنت خودت مثلا کار نمیکنه؟ اگه اینترنت هم داری باید وای فای بگیری. از سیتینگ جور میشه؟ من مقصد یک رفیق دارم، نان قاق سودا میکنه، پیسه اینترنت هم میکشه. خوب است نه؟ مهمی است که دستش جیب خودش است. جوابای باقی مانده رو بخونید. نمبر 7، دانلود نرم افزار. 6، اپدیت موبایل. نمبر 5، خوش سیم کارت که نداره چرا موبایل استفاده میکنه؟ یگان آیپد است که به حساب بی سیم است، سیم کارت نمیخوره. فهمیدم. نمبر 4، گشنگی. نمبر 3، سرعت بالای اینترنت. نمبر 2 هم ضعیفی اینترنت. جوابای خیلی خوب بود. 21 امتیاز باشه
شما گرفتین و سوال اول بود، خیر است، اونقدر مهم نیست، صفر هستین شما. سوال دوم است، صبر کن من بخوانم چی است. سوال دوم به من به فکرتون چی باشه؟ من میگم سوال دوم میگم وقفه. حالا چیه؟ وقت چی است؟ بعد از وقفه؟ خب صدا کنی یک جو وقفه. بله، خوش وقت هستم که با شما هستم. آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمام شما وطنداره عزیزم دارم. تشکر از انرژی واقعا خوشمزه اکسپول. من همین لحظه واقعا خسته بودم، انرژی بوس کردم، نوشجان کردم، کمک سرحالم ساخت. اگر نوشجان گشنگی و توشنگی زیاد هست برای نوشجان رشید عزیز، اگر شما هم دوست دارین که با نوشیدنش خستگیتان رفت شد، پس میتونین برین از دکان خوراک فروشی به دستش بیارین، بنوشینش و برنده جایزه شوین. برنده جایزه منظورم از چی است که چه رقم میتونین بشین؟ در پوشکش من اینجا ماندم نمیفهم چی شد. اینه، اینجا است. اینی در پوشکش وقتی که بازش کردین، در پشت اینی در پوشکش جایزه شما نشته است. رشید در پوشش جایزه نداره؟ نداره؟ ای بدبخت. داره؟ نه، منظورم جایزه است. او بیا از قوطی خالی رو برد کنید. مقصد قوطیش هم یک گروپا فروخته میتونیم. آه فروخت. اش دانه چهار تا ایست و چهار تا اش روپا. اش روپا کفایت میکنه. نو دانه نو روپا. برو یک تا دیگه هم توفان ما برد کنیم. در روپا یک نان خوش خومیشه. برو شنش برنده جایزه شهید. نفره دوم رشید عزیز، بیا سمیر جان بیا. من بسیار بیادایی میشه که من ششتم آزم شما استاد باشیم. من از جایم بلند میشم و سوال از شما میپرسم. سوال دوم سوالی که صد امتیاز داره، فقط تفاوتشی از سمیر جان که شش جواب گرفته. آماده هستین؟ آماده هستی؟ بله. سودای خانه رو میری رشید؟ بله. چی معمولا دنبال سودا روان رو میکنن دست خانه؟ هر چیزی که ضرورت باشه. کچالو، پیاز. کچالو، پیاز، ماست، شیر. از پیسی سودای خانه میزنی؟ راست نه خیر. نمیزنی؟ نه خیر. از پیسی گاز نمیزنی؟ خودم از وقتا از جیب خود معمول نزم. از جیب خودت هم میدازی؟ بله، خودم کار میکنم. پیسه باقی یه وزودین. قرضدار است؟ پدر و مادر برد قرضدار است؟ بله. چه قرضدار تزدین؟ کی؟ پدر و مادر؟ نه خیر، ما بر اونا قرضدار است. آفه، قرضدار ما هم استیم. سمیر خودت سوده خانه رو میاری؟ بله. چی میاری معمولا زیادتر سوده خانه؟ همه چیز میاری، میبری؟ بله، همه چیز. پیسه از پیسه گاز میزنی؟ نه. راستی بره. برم فامیل نمیشنه، ادا گوشم بگم. نه که بشنه هم نمیزنه. از پیسی برو یوم نمیزن؟ نه. مقصد اگه زدی از پیسی گاز بزن معلوم نمی کنه. صحیح. پیسی یک کیلو گاز 60 روپه است؟ 55 روپه. البته فرق میکنه. نیم کیلو را که بزنی فکر کن 30 روپه مانده برای. مقصد من مذاق میکنم شما شروع نکنی یک دفعه. حالا سر که یک وقت زنگ من بیا که بچه ما گاز دوست شده. اینه بگی جمع کن. سوال اول. پرسیده شد، امتیازش شما گرفتین. سوال دومه، از شما میپرسم. امیدوار هستم که هر دوی تو موفق باشین. سوالی است، ترکاری نام ببرید که دسته 5 روپه. بگو. گندنه. نوبتی است. گروپ ای روشن شده. مولی سرخک. مولی سرخک. مولی سرخک. یک ترکاری که دسته 5 افغانی است. گشنیز. 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 دو امتیاز والا. مشهوره چی است؟ میری. گشنیز میری؟ بله. برو. سمی رو شد بودی. هم یک بیطلب با من بیاریم. مصاحبه جان، دنبال سعوده خانه میری حتما دیگر. بله. خورد خانه است یا کلون خانه؟ از آخر یک تا بالا. از خوردترک یک تا بالاتر. خب. به نظر خودت
کدام ترکاری پنج رو پاس. نعنا. 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 خوبه. رشا جان، سعاده خانه رو خودت میاری؟ خورد خانه هستی؟ کلانه. کلانه کلان خودت هستی؟ ولی مسئولیت تو زیادتر است. از خودت خوردتر هم هست؟ یک دانه است. یک دانه است؟ برادر است یا خواهر؟ بیادر. بیادر. خب، به نظر خودت ترکاری نامبر که دستی پنج افغانی باشه؟ گندنه. گندنه؟ نبود. جواب درست است، انتخاب نشده. یک ترکاری که پنج رو پس. نوش پیاز. نوش پیاز. خوبه. بله بود، بیشک. رشید، یک ترکاری که پنج افغانی است. تراتیزک. تراتیزک. همون تایی چیز بود نامش. قربان دلاله. تراتیزک. تراتیزک. جواب بود. مصور. به نظرت کدام ترکاری است که پنج رو پس؟ شبت. چقدر خوب پاسخ دادین که همین صد امتیاز پوره را گرفتین. یعنی چلیپا خوردن؟ یک تا جواب خودت رشاد خوردی که جواب تو هم گندنه درست بود، انتخاب نشده بود. 121 امتیاز گرفتین، ذکر صفر هستین. اصلا مهم نیست. درست است. خدا مهربان است. به خاطری که بیشک خداوند مهربان است، به خاطری که سوال سوم و چهارم مونده، در این سوال سوم و چهارم ما 500 امتیاز است که میتونه خیلی به راحتی به دستش بیارین. هر فامیل میتونه با گرفتن 500 امتیاز خیلی زیاد است برنده شود. سرک سوال چی است؟ سوال سوم. خب، درباره اطفال و آدم های کلان است ای سوال. نفرهای سوم، مصور بیا، مومن بیا. مومن جان خوش آمدیم. مصور جان خوش آمدیم. در خورترکی گیریان میکردین؟ طبعاً دیگه. طبعاً. خودت مصور؟ کار معمولی است. کار معمولی است که هر کس انجام میده. یگان طفل است، بسیار شق است، بسیار لجباز است، یک دنده است. ده خاکال و تک میزن که ویلش کنی، خودت میخیز میگیره میزن در زمین. به نظر خودت بهترین روشی که مثلا یک طفل را راضی نگه داری چی است؟ کدام مورد است؟ سخن گفتن باشه. سخن گفتن؟ بله. کتاب دریه بیار، مثلا باش حرف بزنی؟ یا گپ بزنی هم بهش، حرف بزنی، حرف دلش رو بشنوی. مومن؟ همو گپ زدن یا نه؟ گپ زدن. سوال خیلی آسان است. از شما من میپرسم این سواله. اما ماست چی؟ ولک با کارهای ما عادت کردید. وقفه. خوشحال هستم که با شما هستم. تشکر از تمام رفیقا. یعنی یک چیزی هم من تو بی چیزی چی میگم بی مطلب میگیم. یکان روز است، یکان رفیقای ما میاده برنامه. خب یاره که من میبینم خب واد دانشانی تیری باز میگه یکان تاش فاجعه میکشه، باور میکنه امون روز همه خسته کن تیر میشه. یکان روز این تو مثلا رفیقای بسیار همون تو خوشحال و شاداب دارم، خودم هم لذت میبرم از برنامه. همیشه باشین. خدا یار خودت. سوال سوم. سوالی که تو صد امتیاز داره و پنج جواب برای شما باز میشه برای دو نفر. آماده هستین بپرسم؟ دلیل بدخویی شدن یک طفل چیست؟ خودت مصور. کار نکردن به میل دلش. کار نکردن به میل دلش. کاملا صحیح است. فکر کنم اولین مورد باشه. جواب ده یعنی واقعا منطقی بود. به نظر خودت یک طفل که بدخوی میشه دلیلش چی است؟ دلیلش چیست که اگه اون تا بغلی میباشه که میگه بغلم کن. خب عادتی میباشه. سعی کنیم چکر ببارم مثلا. دلیل بدخوی یک طفل چی است؟ دلیل بدخوی یک طفل
پیسه ندادن باشه. پیسه ندادن کاملا صحیح است. بازاری خور است به حساب. سری جواب باز نمیشه، یعنی جوابای ما و شما صحیح است. دلیل بدخوش شدن یک طرف چی است؟ جایی نبردنش. جایی نبردنش. چانس آخر برای شما، دلیل بدخویی یک طرف چی است؟ مسافر. دور کردن اسباب بازی است پیش. دور کردن اسباب بازی است پیشش. دلیل بدخویی یک طرف چی است؟ گوش نشدن مثلا. گوش نشدن؟ آفرین. سعی کنید. گوش نگی. آفرین. آفرین. مشهوری چی هست اونجا؟ واگذارم. واگذار میکنی؟ بفرین. شانس باشه با هم. یعنی فرصت خیلی خوب است که شما یک ریسک کلان یادگردن گرفتن. ریسکش این است که اگر این سوال سوم یا چهار پاسخ دیگر به دست بیارن 200 امتیاز میگیرین، در سوال سوم برنده مرحله اول میشین. خیلی ریسک کلانه به گردن گرفتین ذکر الله. به نظر خود رشاد جان آزار دادن، یک طفل زیاد آزار بدی بدخوی میشه. جواب چی است؟ آزار دادن. آزار دادن. یگان طفلا هست معمولا ما از شیرینی بغلش کو پچقش کو ایسو کوسو کو دندان بگیرش گوشت بگی آلو کومیش بگی بدخوی میشه و شق میکنه. جوابه اولین چلیپا. متین به نظر خودت یک طفل چه زمانی بدخوی میشه؟ زمانی که جلب توجه برش نمیکنه. توجه برش نمیکنی. مثل که یک مثلا یک طفل دیگه که به دنیا میه او میزنه به خاطر میگه که به من دارن کم توجه میشن. سعی کنیم. مشوره با شما. رشید جان چه زمانی یک طفل بدخوی میشه؟ زمانی که مو امپرس خود کثیف کنه. کثیف شدن. بسیار به نظر خود چه یک طفل بدخوی میشه؟ زمانی که بیخواب میشه. وقتی که بیخواب شد. کاملا جوابت صحیحه. بیخوابی. جوابای درست بود. انتخاب نشده بود. اشکان جان چه زمانی یک طفل بدخوی میشه؟ هنگامی که درد داره مریض است. درد داره یا مریض است؟ زمانی که مریض میشه اون درد. مریض میشه. موافق هستم. مریض شده. موافق هستم بازای تیمم. مریض شده. کاملا صحیح است. کاملا جوابتان متین و درست است. مریض وقتی که طفلش بسیار شق میکنه، گریان میکنه، بغلی میشه یا هر چیز دیگه. اگر در بین سه جواب ذکر عزیز باشه امتیاز ها میگه ایسوب 92 امتیاز بیشتر، اگه نباشه 92 امتیاز ها شما میگیرین، جمع امتیاز های تا میشه 200 و چند نمره میشه. 5 4 2 دو. خوبه. آفرین. مریضی بود. اطفال وقتی مریض میشن بسیار طب نازک دارن. اطفال بسیار متوجهشون باید باشیم. ما و شما اطفال حتی اگه در روزهای گرم باشه طفلای نوزاد باشه امکانی که سینه بغل شن خیلی زیاد است. پس متوجه اطفالتان گلهای خانه تان باشین. دو جواب. 5 اوگار شدن. 4 ندیدن والدین. کاملا صحیح بود. به هر صورت نفرای چهارم، نفرای اول کنار من بیاین کن. رسول جان بیاین بیاین نوبت رسول چی جا کرده کنم نه اشتباه کرده نفر کنم سوال دیگره چیز کرد نفرای شما پاسخ بدین. خیلی باشن. سوال آخر سوالی که سرنوشت شما دو تیم مشخص میکنه. 3 جواب و 1 فامیل برنده. رشاد عزیز و اشکان عزیز آماده هستین؟ سوال میخونم. کمترین فرزند در خانواده های افغان چند دانه است؟ اشکان 3 دانه. کمترین فرزند در فامیل ما افغان ها چند دانه است؟ 4 کمترین؟ 5 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
خوبه. جواب بلند میتونه پیدا کنی اشکان. کمترین تعداد فرزند در فامیل های ما و شما چندان است؟ دو فرزند. دو فرزند. بفرما. شانس خوب از کنه عزیز. متین جان، به نظر خودت در فامیل های ما و شما افغان ها معمولا فامیل های پر جمعیت داریم. کمترین چند تاست؟ هفت نفر. هفت نفر. مثلا ما خودمون شکر خدا هفت برادر هستیم. خواهر ندارم، هفت برادر هستیم. سل میکنیم. هفت برادر. بلندترین امتیاز هم بود بلند. رشید، به نظر خودت کمترین تعداد فرزند در فامیل های ما افغان ها چند دانه است؟ شش دانه. شش دانه. شش نمبر سوم هست؟ مصور، کمترین تعداد فرزند در فامیل ما افغان ها؟ نو. نو فرزند. احمد سری هست؟ نیست؟ مشوره با شما، کمترین تعداد فرزند چند تاست؟ هشت. هشت. دست. اگه هشت درست باشه ایجه تبدیل به 421 میشه. اگه نباشه وا چی میکنن؟ کمترین تعداد فرزند اشکان در فامیل ما و افغان ها؟ خب از تعداد نمبر های گفتم بالا بگیم، خب بالاترین میشه، پس تنها یک روزی نمانده. یک. یک. مومن؟ یک. یک. سمیر؟ یک. بازهای تیم موفق هستم. یک. یک. جواب کاملا منطقی خودت فکر کردی. اگر ما بریم بالای ده تا خود تعداد زیاد میشه، اما ده نفر هم ما داریم، ده نفر هم در یک فامیل هست و بازم دوست داره که تعداد فرزندش یک فامیل بود. در کجا رکورد زد در افغانستان ما و شما؟ در هرات بود. آفرین. از دو تا سه تا خانم داشت. 57 تا چند تا؟ 57 تا در نورستان. خب بسته کوچه رو تو حساب کردی. جواب شما یک بود. یک کمترین تعداد اگه بخوایم حساب شوه. ولی فکر نکنم در فامیلای ما افغان ها هم بگیم هم یک تا کمترین است. نمبر سوم. امتیاز احمد. 340 امتیاز برنده مرحله اول شدیم. نمبر سه چند است؟ ده. کلگی ده ده موافق هستی دیگه. سه رشاد. نمبر سوم. ده. ده فرزند. بسیار عالی، خوب درخشیدین. برنامه خیلی خوبی داشتم همراه دو فامیل. هیچ برد و باخت مطرح نیست، هر دو فامیل پیش شما برنده هستن و خیلی خوشوقت هستم که امشب هم در کنارشان برنامه خیلی خوبی داشتم. و تشکری خیلی خاص از برنامه خود ما اکسپور رو در دق تعذاری هر شب داریم به فامیل برنده ما. متین جان، در خوشیتان استفاده کنین. با رشید و مصول و رشاد مشوره کنی که دو نفری که در مرحله دوم با ما به خاطر 500 هزار میجنگه کی است. برمیگردم پیشتان. ذکر الله، سمیر، مومن، اشکان، خیلی خوشحال هستم که در برنامه حضور پیدا کنین. برنامه خیلی خوبی داشتیم. همیشه موفق باشین. اگه حرفی دارین ذکر الله جان بفرمایید. قربانت کدام پیام گفتنی ندارم. پشت هر شکست ان شاء الله یک پیروزی خواهد بود. دقیقاً. خوشحال هستم که در کنار شما هستم. عزیزم، خیلی خوشحال شدم که دیدمتون. همیشه موفق باشین. عزیزا رو تشکر کنین. خوش اومدین. خوش اومدین. سعی کوچی شده. باش کم وا گفتن ما میبریم. اینجا قدم های چیز کردن. خب خیر است. گفتم بتم شانوار میگنه. نه گپی نداره. حالا کی است؟ نفر دوم کی است؟ رشید متین. خب شما دو نفر هستین؟ من هستم. احساسات تا آرام کن، نفس عمیق بکش. بس است. بس است. برو برو. بیا. بیا. بگی بیا گوش نه. بیا. بیا اینجا. بگی خیر است. خیر است. قوتیش هم خورده میشه. خوب بجام میشه. رشید متین خلاص شد. خوش جانت.
نمانده بود، یک کلوپ اک مانده بود. خب رشید و متین، مرحله دوم از شما هست. کی هست؟ کی میره تا خارم؟ من میرم. کی باشه؟ تو هستی؟ او بره؟ بره. سیکو سیکه دی؟ این حال بگو وقت بره. یک وقت خود داریم دوباره برمگردیم. خدا خدا خدا. عزیز و قدر مهربان، خیلی خوشحال هستم که در برنامه حضور داریم در کنار شما و رشید عزیز در برنامه در مرحله دوم انتخاب شد. رشید روباری متر بخو. اینه رشید، در مرحله دو خودتو امیر انتخاب شدی. خب اینال خودت اول انتخاب شدی، خودت چهار قانون رو باید مراعات کنی که بخیر پاسخ بدی، امتیاز رو بگیری. یک، 20 ثانیه زمان داری، بده 20 ثانیه 5 سوال باید پاسخ بدی. دو، زمانت وقتی شروع میشه که این سوال اول ما تکمیشه و زمانت شروع میشه. سه، اگه یک سوال جوابش در ذهنت نامد، زودتا کده بگو بگذر که ثانیت خلاص نشود. در آخر ثانیه باند دوباره همون سوال ازت میپرسم. چهار، با صدای بلند گپ بزن که دوستا صدای تو را اوجا قف کنن، جوابت قف شود که امتیاز بگیری. آماده استی؟ آماده. آفرین رشید. 20 ثانیه را بر رشید آماده بسازیم. حیوان اهلی را نام ببر که شاخ داشته باشه. باز معمولا کدام چهارراهی در مرکز شهر کابل بیروبار زیاد داره؟ چهارراهی ترافیک. یک رنگ موتر را نام ببر که پسران زیاد دوست دارن. سیاه. یک نوع پاپوش را نام ببر که از جنس تکه باشه. بود. صبحانه معمولا چند وجه از خواب بلند میشی؟ 7 وجه. آفرین رشید. آفرین نام خدا بیا. آفرین رشید اکم. رشید خیلی خوب پاسخ دادی. سوال اول گفتم که حیوانی اهلی نام ببر که شاخ داشته باشه. پاسخ خودت ده کمتر ظاهر میشه. پاسخت چی بود؟ باز. باز. چرا میگی باز؟ خندت میگیره. سعی کنیم امتیازش. 14. خوبه. سوال دوم، معمولا کدام چهارراهی در مرکز شهر کابل بیروبار زیاد داره؟ پاسخت؟ چهارراهی ترافیک. و در من از وطنداره عزیزم خواهش میکنم که حتی در ناوقت شب هم که هستین، اگه چراغ راهنمایی و رانندگی روشن بود، قانون هم رعایت کنید که خدای نخواسته تکرار نشه. و امتیازش؟ 30 امتیاز. خوب امتیاز گرفت. سوال سوم، یک رنگ موتر را نام ببرید که پسران زیاد دوست دارن. پاسخت؟ سیاه. رنگ سیاه. رنگ خیلی فوق‌العاده، خیلی عالی، اما متاسفانه در کشور عزیز ما همین یک دفعه برو موترشویی تا خانه برو پس خواب پر میشه. امتیازش؟ 31. فوق‌العاده 75 امتیاز. سوال چهارم، یک نوع پاپوش رو نام ببرید که از جنس تکه باشه. پاسخت؟ بوت. یقین بوت تکه‌ای هم داریم. تکچیکو؟ به کجاست؟ در بوت او تکه‌ای نیست. تکه‌ای هست بوت های؟ یگان بوتکای آشپزخانه هم هست که تکه‌ای است. امتیاز؟ نو. امتیاز داشت. سوال پنجم، صبحانه معمولا چند بجه از خواب بلند میشوید؟ پاسخ؟ 7 بجه. خوبش. نه نماز هم میخوانه باز خواب میکنه پس بیدار میشود. امتیاز؟ 11. خیلی خوب، 95 امتیاز خودت گرفتی و ادامه امتیازات امیر بیبی چی میکنه؟ موفق باشی رسید. توکل به خدا. به شک توکل به شما به خدا. بفرما رشید تشکر کنی امیر رو بگو. امیر بیا. امیر جان، متین، من نامش امیر رفته بود، رشیدم با من یه چیزی نمیگه که متین از امیر نیست. متین جان اینجا استاد، بسیار خوش آمدی. امتیاز خیلی خوب رشید گرفت. خودت 5 قانون یا 5 حرفی که باید در مرحله دوم بخش دوم سوالات مراد کنی. 25 ثانیه زمان داری که 5 سوال پاسخ بدی. من 5 سوال تکراری پرسام میکنم، اگه خودت احیانا پاسخ تکراری بدی این صدا پخش میشه، یعنی جوابت رو تبدیل کن. یک سوال است که در ذهنت جوابش نمیاد، بگو بگذر، اگه ثانیه باقی مون دوباره ازت میپرسم.
با صدای بلندم پاسخ بده که جواب تو جا قفل شده. آماده استی؟ آماده است. 25 ثانیه آماده. حیوان اهلی را نام ببر که شاخ داشته باشه. بابور. معمولا کدام چهارراهی در مرکز شهر کابل بیروبار زیاد داره؟ برکی. یک رنگ موتر را نام ببر که پسران زیاد دوست دارن. سفید. یک نوع پاپوش را نام ببر که از جنس تکه باشه. پاپوش؟ کلاه. صبحانه معمولا چند بجه از خواب بلند میشوید؟ 7 بجه. بسیار عالی. آفرین. نه تکرار است. بگو یک جواب دیگه بگو. هفتونی. هفتونی. بیا خوبش اینا. سوال اول. من تایی پرسان کردم حیوان اهلی را نام ببر که شاخ داشته باشه. پاسخت؟ پاسخت آهو بود. آهو هم یکان تا شاخ دارن اما اصلیش گوزنا هستن. اینا آهو بگیم نیفهم اهلی هست یا نی. سعی کنیم امتیازشه. 13. خوب. بلندترین امتیاز گو بود. سوال دوم گفتم یکی از چهارراهی های شهر کابل را نام ببرد که بیروبارش زیاد است. پاسخ؟ چهارراهی برکی که واقعا خیلی بیاد بیروبار داره. همسون افشار است، همسون سرای شمالی، همسون شار، همسون سلیم کاروان. امتیاز 21. خوبه. بلند امتیاز چهارراهی ترافیک. رنگ سوال سوم گفتم یک رنگ موتر را نام ببرد که جوانان معمولا خوشش دارن. پاسخ؟ رنگ سفید، رنگ بسیار قیمت و رنگ خیلی دوست داشتنی. امتیاز 18. یا بلندترین امتیاز. سوال چهارم گفتم یک پاپوش رو نام ببرید که از جنس تکه باشه. پاسخت؟ کولا. بله، در پای ما معمولا کولا میکنیم. نفهمیدی سواله؟ نه. یا ریشخندی سرم کردی بچه؟ نه نفهمیدی. خیر است. کولا چند امتیاز داره؟ سفر. بلندترین امتیاز کرمچ بود. سوال پنجم. صبحانه معمولا چند بجه از خواب بلند میشوید؟ و پاسخ خودت؟ 7:30 صبح. میخیزی که کلگی چای صبح خورده. امتیازش تسل کنیم. 10 امتیاز. بلندترین امتیاز 5 صبح بود. 157 امتیاز گرفتیم. متین جان موفق باشی در کنار دوستا، همیشه بدرخشین و خوشبخت باشید. خوش آمدی متین عزیز با برنامه. عزیزه تشریف کنیم بفرمایید. ممنون وطنداره عزیز که ما را بیننده بودین. از هر جایی که ما را میبینین امیدوار هستم صحتمند و سرحال باشین. تشکری خاص از انرژی واقعا خوشمزه اکسپول نوشابه و نوشیدنی فوق‌العاده و حامی برنامه ما که ویتامین‌های مورد نیاز بدن شما را داره و انرژی هست برای زندگی. پشت در پوشش هم جایزه هست، موتر موتورسیکل، لوازم خانه و هزاران جایزه نقدی و غیر نقدی بگیره. وطنداره عزیز ممنون که همیشه انتقاد کردیم، پیشنهاد کردیم برنامه‌تان هر شب زیبا شده. امیدوار هستم که بازم با سوالای زیبایتان ما را سپرایز کنین، حیرت انگیز کنین. نمبر واتساپ هست، سوالاتون را بفرستین. 456 تنها راهی است که شما در برنامه دعوت بشین. زنگش بزنین، کلید 62 را فشار بدین. بعد از شنیدن صدای پیغام گیر نام خودتان و عزیزای دلتان را بگیرین. در آخرم کلید علامت نمبر را فشار بدین. رفیقا خیلی ممنون که بودین، خستم شدین، خب بسیار میبخشین. انشالله که خوش گذشته باشه براتون. تشکر. وطنداره عزیز تا شب‌های دیگر که برمیگردیم، الله یارو می‌گردد. خسته نباشید. خسته نباشید.